دعوای دو باند بر سر برجام اکنون یک وجه مشخصی پیدا کرده و اون رابطه با اروپا هستش. باند روحانی رابطه و تعامل با اروپا رو یگانه راه حفظ برجام و تنها پاسخ مسئله مرگ و حیات میدونن و متقابلا باند خامنه‌ای اون رو تکرار تجربه شکست خورده و فاجعه بار برجام تلقی میکنن و میگن هیچ فرقی بین اروپا و آمریکا نیست و رفتن با اروپا اتلاف وقت و خسارت باره. گزیده ای از اظهار نظرها و مطالب مهرها و رسانه‌های رژیم از نظرتون میگذره. قاسم محب‌علی، دیپلمات سابق رژیم، 22 اردیبهشت. ایران باید بحران را کاهش دهد، روابط را بهبود ببخشد و مذاکرات با اروپایی‌ها را که درباره برجام خواهد بود و طبیعتاً در آن مسائل مربوط به اسرائیل نیز مطرح می‌شود با جدیت پی بگیرد. ایران باید از مزیت‌ها و امکاناتی که دارد در این مذاکرات احتمالاً سخت و طولانی استفاده کند. در مورد آمریکا نیز باید سعی کرد مانع تشنج بیشتر شرایط شد تا دیگرانی که در منطقه هستند از آن بهره برداری نکنند. مهدی محمدی از باند خامنه‌ای، 22 اردیبهشت. اساساً میز مذاکره جایی نیست که مشکلات کشور در آن قابل حل باشد. حداکثر خاصیت میز مذاکره میتواند کمک به جلوگیری از خصومت بیشتر باشد که این هم در این مورد خاص که اروپا و آمریکا برای فشار پس پرده به ایران توافق کردند محتمل نیست. اروپایی‌ها در صدد تبدیل این مذاکرات به صحنه امتیازگیری بیشتر از ایران در حوزه‌های موشکی و منطقه‌ای و دستیابی به همان توافق مکملی هستند که ترامپ هم به دنبال آن بود. روزنامه حکومتی آرمان، 22 اردیبهشت. ایران الان بیش از هر زمان دیگر نیاز به استفاده از اهرم حقوقی و حقوق بین‌المللی دارد و نه جنجال‌های سیاسی. اگر مسئولان بتوانند از این تهدید فرصت بسازند کار کردند و الا مشکلی را بر مشکلات افزودن هنر نیست. اوغلای جامعه هم به صحنه بیایند و خود را کنار نکشند و مسئولان هم به آنها میدان دهند تا از این بحران عبور کنیم و نه اینکه کناری بنشینیم و شاهد ماجرا باشیم. مسئله مرگ و حیات است، پس نباید بی‌تفاوت بود. علی خرم، دیپلمات سابق رژیم، 22 اردیبهشت. آنچه اروپا از آن انتظار دارد این است که ایران با اروپا در موضوعات مورد ادعای آمریکا هماهنگی حداقلی داشته باشد تا اروپا بتواند به خوبی در مقابل آمریکا بایستد. موضوعات مهم موشکی، نقش ایران در منطقه و حقوق بشر که موضوعات حساس اروپا به شمار می‌روند، موضوعاتی نیستند که در گفتگو با اروپا قابل مدیریت نباشند و برعکس همجواری اروپا در کنار ایران به نفع هر دو هدف ایران است. اگر ایران پا به پای اروپا همکاری کند، می تواند اروپا را در مقابل آمریکا بلند قامت نگه دارد. تنها نیرویی که در جهان از نظر سیاسی قادر است در مقابل آمریکا بایستد، اروپاست و روسیه و چین چنین پتانسیلی ندارند. روزنامه حکومتی جهان صنعت، 22 اردیبهشت. همکاری ایران با اروپا مطمئن ترین مسیر حفظ برجام است. حفظ برجام از این مسیر متضمن قبول همکاری‌های بیشتری است که آنها از ایران انتظار دارند. به عبارت دیگر اگرچه پایبندی ایران به برجام مورد تایید اعضای اروپایی برجام است، اما آنها مانند آمریکا در قبال سیاست‌های منطقه‌ای ایران و برنامه موشکی آن موافقتی ندارند. بدیهی است که تعدیل در برنامه‌های موشکی و همچنین تجدید نظر در سیاست‌های منطقه‌ای می‌تواند نقش کلیدی در بقای برجام و حفظ ماندگاری آن بازی کند و عاملی برای ماندن اروپا در کنار ایران باشد. به واقع اندکی واقع‌بینی آن هم بنا به شرایطی که بر اقتصاد ایران از یک طرف و شرایطی که در منطقه از سوی جریان‌های عربی عبری به زیان ایران در حال رقم خوردن است، چنین ضرورتی را دوچندان می‌کند. این ضرورت اگرچه نمیتواند همچون عصای موسی برای اقتصاد بیمار ایران معجزه کند، اما میتواند ممد حیات اقتصاد ایران باشد. عباس عبدی از باند اصلاح طلب، 22 اردیبهشت. متاسفانه به جای آنکه به جهان نشان دهیم که بر پیمان خود هستیم و ایالات متحده و رئیس جمهوری عجیب و غریب آن را منزوی کنیم، برخی از نیروها هرچند در اقلیت هستند، در داخل کشور چنان رفتار می کنند که گویی تصمیم ترامپ به نفع آنها بوده و از این نظر خوشحال هستند. آنان نمی توانند برجام را آتش بزنند
در حالی که مواضع مقام رهبری در سخنرانی اخیرشان پس از اقدام ترامپ در این مورد بسیار واضح و آشکار است و راه را برای تداوم و اجرای توافق با اروپا باز گذاشتند. ابتهی نماینده باند خامنه ای در مجلس ارتجاع 22 اردیبهشت. آقایان همانطور که 6 سال زمان را از دست داده اند، از این پس باز هم زمان را از دست خواهند داد، چرا که اروپا بدون آمریکا آب هم نمی‌خورد و از سوی دیگر آمریکا با سیطره و تسلطی که بر روی اتحادیه اروپا دارد، این اتحادیه را به مسیری که مورد نظر خود است هدایت خواهد کرد. نمی‌دانم چرا بعضی از نمایندگان، وزرا و رئیس جمهور تاریخ را خوب نخواندند. ساده اندیشی تا کجا؟ فرانسه‌ای که تا دیروز نقش پلیس بد را در برجام بازی می‌کرد، امروز تصمیم گرفته نقش پلیس خوب را بازی کند و ما نباید فریب رفتارهای اروپایی‌ها را بخوریم. خب همطور که در این گزارش هم دیدیم، جنگ و دعوای دو باند رژیم بعد از خروج آمریکا از برجام متمرکز شده بر روی مسئله رابطه با اروپا. باند روحانی اینطور عنوان می‌کنن که تنها جواب مسئله مرگ و حیات رژیم در همین رابطه با اروپا است و متقابلا باند خامنه‌ای هم عنوان می‌کنن که این رابطه خسارتبار آزمودن دوباره آزموده هاست و خلاصه فایده‌ای نداره و اتلاف وقت به حساب میاد از نظر باند خامنه‌ای. درباره همین موضوع ما گفتگوی ترتیب دادیم با علیرضا مدنچی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خواهش می‌کنم. منم به شما سلام عرض می‌کنم، همینطور عرض سلام و درود دارم خدمت هموطنان عزیز و بینندگان گرامی. بله. خب این سوال پیش میاد که چطور بر سر یک موضوع خیلی مشخص و مهم مثل همین موضوع برجام و موضوع رابطه با اروپا بعد از موضوع کلی برجام، دو تا باند نظام سر موضوع به این مهمی اینطور یک به اصطلاح خلاف جهت 180 درجه ای هم دیگه موضع دارن. اجازه بدید من به بخشی از حرفای اینا که خب هر روز با هم دیگه مبادله میکنن در رسانه هاشون، در روزنامه هاشون اشاره بکنم. اینا که میخوام اشاره بکنم از روزنامه های همین امروز هست، هر روز اینا این به اصطلاح آتشباری متقابل رو علیه همدیگه دارن در رابطه با همین موضوع ارتباط با اروپا. مثلا روزنامه آرمان امروز در مقاله به قلم علی خرم از دیپلمات‌های سابق رژیم و از مهره‌های باند روحانی نوشته که آنچه اروپا از ایران انتظار دارد این است که ایران با اروپا در موضوعات مورد ادعای آمریکا هماهنگی حداقلی داشته باشد تا اروپا بتواند به خوبی در مقابل آمریکا بایستد. این موضوعات حداقلی به قول چیه خودش توضیح میده، میگه که موضوعات مهم موشکی، نقش ایران در منطقه و حقوق بشر، یعنی اون سه تا شرطی که از قبل توسط آمریکا اعلام شده بود، میگه که بیایم در این زمینه‌ها عقب نشینی بکنیم تا اروپا بتونه چیزی برای ارائه در برابر آمریکا داشته باشه و از این طریق برجام رو حفظ بکنه. میگه که این موضوعات حساس اروپا چیزای اینا موضوعاتی نیستن که نشه در گفتگوها ما اونها رو مدیریت بکنیم، یعنی میگه که میتونیم وارد گفتگو بشیم، باهاشون سرکله بزنیم، چیز بکنیم. به نظر میسه این حرف رو برای راضی کردن طرف مقابل داره میزنه و برعکس، همجواری اروپا در کنار ایران به نفع هر دو هدف ایران است، یعنی هم به اصطلاح حفظ برجام و هم اینکه خلاص پیدا کردن از تحریم ها و اینا. به نظر میسه منظور اینه و میگه که تنها نیرویی که در جهان از نظر سیاسی قادر است در مقابل آمریکا بایستد اروپاست و روسیه و چین چنین پتانسیلی ندارد. این حرف روزنامه آرمان. روزنامه جهان صنعت هم با عبارات دیگه همین مضمون رو میگه و میگه که چگونگی برخورد با برجام، نه آتش زدن، کنایه به اون آتش زدن برچم آمریکا تو مجلس و اینها بود، و نه خروج از منع معاهده هسته‌ای و از سرگیری غنی‌سازی است، بلکه باید مسیری را برای حفظ آن جستجو کرد. این مسیر چیه که به قول خودش متضمن حداکثر مطلوبیت
میگه همکاری چند جانبه و پایبندی به برجام اوغلایی ترین و مناسب ترین شیوه برخورد با آن است و به نظر می رسد همکاری ایران با اروپا مطمئن ترین مسیر حفظ برجام است. میگه که اگر بخوایم برجام رو حفظ بکنیم باید با اروپا همکاری بکنیم. همکاری رو اون روزنامه آرمان گفته بود، اینم خودش الان میگه حفظ برجام از این مسیر مطمئن همکاری بیشتر است. آنها از ایران انتظار دارند و به عبارت دیگر آنها مانند آمریکا در قبال سیاست‌های منطقه‌ای ایران و برنامه موشکیان موافقتی ندارند و این دست از رفتارها و سیاست‌ها را بدخیم و ثبات زدا می‌دانند. میگه اونها هم مثل آمریکا میگن که آقا دست از موشکی و دست از دخالت‌های منطقه‌ای خودتون برداری، اینها بدخیمه و منظورش اینه که باید همین کار رو بکنیم. بدیهی است که تعدیل در برنامه‌های موشکی و همچنین تجدید نظر در سیاست‌های منطقه‌ای می‌تواند نقش کلیدی در بقای برجام و حفظ ماندگاری آن بازی کند و عاملی برای ماندن اروپا در کنار ایران باشد. در غیر این صورت چه بسا ایران ممکن است که اروپا را از دست بدهد. حالا برای راضی کردن باند مقابل و دلواپس ها میگه که تعدیل در برنامه‌های موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای هیچگاه نباید برای سیاست بازوان و تصمیم گیران سیاست های منطقه‌ای و راهبردی ایران به معنای عقب نشینی تلقی شود. یکی اینا چیزایی که ما میگیم به معنای عقب نشینی نیست. از این نمونه حرفا زیاد اگر من بخوام بازم بگم، اما ببینیم در مقابل باند مقابل چی میگه. من به ذکر فقط یک نمونه اشاره میکنم، عبارت زیاده. کیهان تنها به ذکر یک نمونه اکتفا میکنه و میگه که مدیر شرکت نفتی ایتالیا اینی در نشست سالانه این شرکت به سهامدارانش گفت تمام طلبهای موقعه خود از ایران را گرفته و قصدی برای اجرای پروژه جدید در ایران ندارد. هنوز 3 روز از سخنرانی ترامپ در خصوص خروج آمریکا از برجام نگذشته بود که برخی شرکت‌های اروپایی همراستا با تصمیم وی همراهی خود را با سیاست جدید آمریکا اعلام کردن. میگه آقا این چیزی که شما چشمی که به اروپا دوختید، امیدی که دادید، واهیه، هنوز به اصطلاح مرکب امضای ترامپ خشک نشده، اروپایی‌ها اعلام کردن که داریم خارج میشیم از توافق و قرارداد با رژیم ایران و اینا رو فسخ کردن. و یکی از کارشناسان مسائل مالی نوشته بود اروپا نمیتواند بدون آمریکا برجام را ادامه دهد. این که خوندم مال کیهان، بقیه روزنامه‌ها و بسیار مهره‌ها و رسانه‌های باند روحانی هم باند خامنه‌ای هم همین رو میگن. درسته. حالا آیا تو این فضایی که شما میگین مثلا باند روحانی نمیدونه که اروپا نمیتونه در مقابل آمریکا بیسته؟ چرا، اونا به خوبی میدونن این مسئله رو و کما اینکه مثلا همین علی خرم در همون مطلبی که گفتم ذکر کردم گفته بود که اگر اروپا نمیتونه در برابر آمریکا بیسته و تنها بایستی با مثلا همین حمایت‌های ما اون رو تقویت کرد که بتونه در برابر آمریکا بیسته. اولا ببینید دعوا اساسا دعوای رابطه با اروپا نیست، بلکه در نهایت بر سر همون موشکی و منطقه‌ای حقوق بشره. این که آیا رژیم دست از موشکی خودش بر می‌داره، دست از دخالت‌های خودش در منطقه بر می‌داره یا نه، یعنی دعوای دو باند بر سر اینه. باند روحانی میگن که آقا به خاطر اینکه ما برجام رو حفظ بکنیم و به خاطر اینکه اصلا برجام مسئله حیاتی ماست، به قول یکی از همین باند از رسانه‌های باند روحانی، مسئله مرگ و حیات الان برای ما، اون باند میگه نه خیر، از قضا این کاری که شما دارید میکنید خودکشی و خودکشی از ترس مرگ. ولی در جواب سوالی که مطرح کردید، چرا، اون باند میدونه که اروپا به تنهایی مشکل گشای این قضیه نیست، ولی اونا به اروپا به عنوان یک حلقه واسط به آمریکا چشم دوختن. در گفتگوی قبلی هم من از یکی از رسانه‌های روزنامه‌های رژیم براتون خوندم که گفته بود که ما از طریق اروپا میتونیم
با آمریکا ارتباط برقرار بکنیم. و این چیزایی هم که الان مثلا همین روزام ها نقل کردن و خدمتتون عرض کردم، اینها خواسته های مشترک اروپا و آمریکاست. به این ترتیب با به حساب برآورده کردن این خواسته ها، منظورشونه که میتونیم حسنیت خودمون رو نشون بدیم و به آمریکا بگیم که ما کوتاه اومدیم. کما اینکه یکی از باز همین روزنامه‌ای که دفعه پیش خدمتتون گفتم گفته بود که اگه اشتباه نکنم روزنامه ایران بود، ارگان دولت، گفته بود که ما اصلا خودمون بایستی به طور داوطلبانه بیایم این مدت ممنوعیت فعالیت هسته‌ای خودمون رو از 10 سال به 15 سال ارتقا بدیم، افزایش بدیم، تا آمریکا یقین حاصل بکنه که ما دیگه دست برداشتیم و به اصطلاح یک جست حسنیت رو نشون بدیم. و اینا اینه که اگر به رابطه با اروپا اینقدر اصرار میکنن و میگن که باید جلب نظر اروپا و جلب رضایت شو بکنیم، در نهایت جلب رضایت آمریکا مد نظر هست. حالا در رابطه با اینکه باز همین موضوع دوتا باند که اینطور در تضاد هستن با هم، سر این موضوع ما یادمه که همین مذاکراتی که مثلا زمان محمد خاتمی رژیم با ترویکا داشت با همین 3 کشور اروپایی که الان باز دوباره ارتباط داره، اونجا یک موضع متحدتری نشون میداد، به اصطلاح اگه یادتون باشه دیالوگ انتقادی بود یا دیالوگ سازنده، و اینطور مواضع دوتا باند علیه هم یا 180 درجه عکس هم نبود. الان چرا نمیتونم مثل اون موقع متحد عمل کنن؟ کاملا درست میگید. این علتش واقع شدن یک امر جدیدی است به نام تغییر دوران. در فاصله زمان خاتمی تا الان یک چیزی به وقوع پیوسته در همین یک سال اخیر، یکی دو سال اخیر، به نام تغییر دوران. یعنی معنیش اینه که سیاست مماشات کنار رفته، دیگه حاکمیت نداره. و اون موقع اینا میتونستن با اروپا وارد همچین دیالوگی بشن و تضادی هم با هم نداشتن، چون اروپا هم سخت نگرفته بود به اینها، به دبستان با هم دیگه داشتن، بند و بست داشتن. اینها در برابر اروپا، در برابر اینکه مثلا کوتاه میان و اینا، از اروپا خواستار در لیست قرار دادن مجاهدین و مقاومت ایران بودن و اروپا هم این رو میپذیرفت و انجام میداد. و خب اون مسئله الان کنار رفته. الان هم در همین موضع اروپایی ها هم البته یک بقایای همون سیاست مماشات رو میشه دید. چرا اروپا هنوز چشم به مهار ایران دوخته، به مهار رژیم ایران؟ چرا آیا هنوز طی این مدت، طی این 4 دهه این به اثبات نرسیده که هیچ امیدی به اصلاح این رژیم و مهارپذیری این رژیم قرون وسطا، این فاشیسم مذهبی وجود نداره؟ نه، مسئله اینجا منافع اقتصادیشونه. کما اینکه خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت هم در موضعی که اعلام کردند بعد از همین اعلام خروج آمریکا از برجام، اونجا گفتن که خلاصی از خطر اتمی و تروریسم این رژیم در خلاصی از تمامیت آن است. این که مثلا شما بخواید که مثلا مهارش بکنید، موشکی رو بگیرید، نمیدونم فلان، اما این رژیم باشه، این مسئله جواب مسئله نیستش. تا وقتی این رژیم هست، منطقه روی آرامش و صلح به خودش نمیبینه. و رژیم، باز اونجا اشاره کرده بودن، رژیم ولایت فقیه بدون تروریسم و سرکوب و تسلیحات کشتار جمعی وجود ندارد و هر گونه سرمایه گذاری بر روی این رژیم در آینده نیز مانند گذشته نافرجام و محکوم به شکست است. اما این تغییر دوران که عرض کردم چطور به وقوع پیوست؟ با پرداخت بهای سنگین و بسیار سنگین از جانب مجاهدین و مقاومت ایران، با کمرشکن کردن شبه کودتای 17 ژوئن که می‌خواستن سر مقاومت ایران رو ببرند در اون همکاری و همدستی ننگین ارتجاع و استعمار، با 14 سال تن دادن به مقاومت در برابر محاصره همه جانبه رژیم در عراق علیه مجاهدین، علیه ارتش آزادی بخش و رزمندگان ارتش آزادی بخش، که منجر شد به از دست رفتن جانهای ده ها نفر بر اثر
معاصره دارویی. علاوه بر اون با حملات موشکی پی در پی در اشرف و در لیبرتی و اون شهیدان بالا مقامی که مقاومت ایران تقدیم کرد، یعنی یک همچین بهایی پرداخته شده از جانب مجاهدین و مقاومت ایران طی این دو دهه یا سه دهه تا تونسته این سیاست مماشات رو کمرشکن بکنه و از دور خارج بکنه. و به این دلیلی که الان ما یه همچین وضعیتی رو میبینیم و دیگه به قول شما دوبان در اتحاد با هم دیگه نمیتونن باشن در برابر غرب و این برجام. بله. حالا بعد از الان چند روز میگذره از خروج آمریکا از برجام. بله. آیا رژیم توی مدت بالاخره تصمیم نگرفته چه کار میخواد بکنه؟ تا اونجایی که به طور رسمی از موضع گیری ها برمیاد، خب روحانی صراحتا اعلام کرده که ما چند هفته مهلت میدیم به اروپا و حاضریم با اروپا کنار بیاییم و ما از برجام خارج نمیشیم. خب این خودش یک اعلام موضعیه و خامنه ای هم از این حمایت کرده. خامنه ای هم گفته که اگرچه اعتماد ندارم اما شما تضمین بگیرید از اروپا. این یادآور همون موضع دو پهلوی است که خامنه ای در مورد برجام هم داشت و میگفتش که ما اگرچه من اعتماد ندارم و اینا من ببرید مذاکره بکنید. و به هر حال راه رژیم رو باز گذاشته، راه دولت روحانی رو در مذاکره و در به اصطلاح همین کوتاه اومدن و به قول خودشون تعامل. اما مسئله اینه که خب این که چطور هنوز این رو به طور علنی اعلام نمی کنن به دلیل اینکه خب انتخاب بسیار انتخاب سخت و دردناکی هست، انتخاب بین به قول خودشون مرگ و خودکشیه. در همین نماز جمعه دیروز یکی از سرکرده های سپاه پاسداران به نام غلامی، سرکرده بسیج سازندگی، اون گفته بود که به فرض که ما موشکی رو از موشکی صرف نظر بکنیم اما منطقه‌ای و سوریه رو چطور جمع بکنیم. خیلی تعبیر جالبی بود. منظور اینه که حتی اگر که با حق بازی بگیم که موشکی رو کنار گذاشتیم ولی اون زیر مثلا باز به فعالیت خودمون ادامه بدیم و این رو علنی نکنیم به صورت پرتاب موشک و آزمایش موشکی و اینا، اما مسئله منطقه‌ای و سوریه رو دیگه نمی‌تونیم اینجوری چیز بکنیم، چون که همه می‌دونن و می‌بینن که نیروهای ما در سوریه هستن که اونجا باید خارج بشیم. و خب قبلا هم خود خامنه‌ای گفته بود که ما هر عقب نشینی که بکنیم، هر قدم عقب نشینی قدم دیگر رو باید برداریم و این تنزل بی پایان ادامه پیدا می‌کنه تا نفی جمهوری اسلامی، خود خامنه‌ای گفته بود. بنابراین خب رژیم بین دو تا بد و بدترین، یا بین بدترین و بدترترین گیر کرده و اونم اینه که یا این مؤلفه های قدرت خودش رو که عوامل نگهدارندهش هستن از دست بده، جام زهر رو سر بکشه، یا اینکه زیر این فشارهای سنگین بین‌المللی له بشه. بله. حالا شما میگید دو راه داره، یا اینکه تن بده سازش یا اینکه له بشه زیر فشار بین‌المللی. اما خیلی از افراد رژیم، حتی خود خامنه‌ای، به اصطلاح به قول خودشون نگاهی دارن به شرق و میگن دنیا که فقط اروپا و آمریکا نیست، خب از اون طرف میریم و راه باز میکنیم. بله. از بنبست بیرون میای. آره خامنه‌ای یه بار گفته بود ولی دیگه خیلی پیش رو نگرفت، چون خودشون هم میدونن که اینکه واقعی نیستش. که مسئله در اینجا مسئله منافع اقتصادیه در مورد اروپا. اروپا اگر الان در مورد برجام ایستاده، خب به خاطر منافع اقتصادی خودشه. ولی همین اروپا به دلیل منافع اقتصادی، از اونجایی که منافع اقتصادیش با آمریکا ده ها و صدها برابر منافع اقتصادیش با رژیم هست، هرگز حاضر نخواهد شد که تای خط مثلا اون منافع رو قربانی این منافع کوچکتر بکنه. همین داستان در مورد چین و روسیه هم هست. وقتی که اروپا نمیتونه در برابر آمریکا بیسته، به قول خودشون و به قول همین هم کیهان هم هر دوبان سر این توافق دارن، به طریق اولا چین و روسیه نمیتونن در برابر آمریکا بیستن در وهله اول به دلیل منافع اقتصادی، چون خود روسیه که میدونید الان خودش هم تحت تحریمه و به شدت تحت فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمه، اصلا وضع روبراهی به لحاظ اقتصادی نداره. بنابراین و اصلا هم چین هم روسیه بارها نشون دادن که در مواقع خطیر و حساس پشت رژیم رو خالی میکنن
و حاضر نیستن برای رژیم بها بپردازن. حتی روسیه در سوریه حاضر نشد که از در همین حملات اخیر از رژیم و بشار اسد دفاع بکنه. بنابراین چطور ممکنه که مثلا بخواد رو در روی آمریکا قرار بگیره و از رژیم حمایت بکنه؟ نه، این نگاه به شرق و اینا که گاهی وقتا یعنی مطرح کرده بودن و پیشون نگرفتن، خودشون هم میدونن که صرفا حرف و هیچ ماده عملی نخواهد داشت. خیلی تشکر میکنم از توضیحات تو. خواهش میکنم.